حضور کلیه بینندگان و شنوندگان ما در کلیه گروه ها و تلویزیون های بخش تورا پارش های این هفته یترو برای سلامتی و تندرستی کلیه سربازانمون که شب نگهدار آنها باشه آمین و شفای خیر عاجل همه بیماران و شالوم بیت برای کلیه خانواده ها و همچنین برای لوی نشمت کل حریفترین برم اسرائیل شروع می کنم. تورا سیوالان و موش مراشا که ایلت یکم و نشمت رو کوهن می دیم خوده موش ات کلش آسا الهیم به موش اول اسرائیل اما کی خودسی ادنای ات اسرائیل می اسرائیم چون یترو بزرگ میدیان و پدرزن موشه شنید که خداوند برای موشه و قوم اسرائیل چه کرد و آنها را از زیر بار مصریان آزاد کرده است. یترو پدرزن موشه، سیپورا زن موشه و دو پسرش گرشوم و الیزر را نزد موشه در بیابان آورد که نزدیک کوه خدا اردو زده بود. موشه به استقبال پدرزن خود رفت و او را در آغوش گرفت و بوسید و به چادر خدا ورد و این خط یترو سپاس و یکتای خدا را گفت و به خاطر اون نیکی هایی که به بنی اسرائیل کرده و اونها را از دست مصریان نجات داده است. چون موشه برای قضاوت نشد و خسته شد یترو او را پندی داد که موشه قبول کرد و به کار گرفت که خود و قوم را حج شدند. خداوند موشه را خواند و او به کوه رفت و گفت که تو مغلب قیق و تدبر لیبنه اسرائیل دیدید که با مصریان چه کردم و شما را بر بار سیمرغ گرفتم و نزد خود آوردم و حال اگر از من بشنوید و شرایط مرا نگه دارید برای من قومی برگزیده بین تمام ملت ها خواهید بود زیرا تمام دنیا مال من است. و خداوند به موشه فرمود به قوم بگو آماده شوند که سه روز دیگر بر کوه سینا نازل خواهم شد به طوری که تمام مرا ببینند و روز سوم در حالی که کوه را ابر پوشانده بود و صدای رعد و برق همه را تکان می‌داد خدا در آتشی عظیم نازل شد و موشه سخن می گفت و خدا او را جواب می داد و کلام خدا چنین بود آنوخی ادونای اله خام اشر اوتت خام مهرس مصرعیم من خدای تو هم که تو را از مصر بیرون آوردم و خدای دیگری نیست به هیچ چیز دیگر سجده نبری و پرستش نکنی که من خدا هستم که گناه پدران را از پسران تا سه پشته و چهار پشته انتقام می گیرم ولی با دوستانم و اونهایی که فرامین مرا نگه می دارن تا هزار پشته احسان و نیکی خواهم کرد. نام خدا را هرزه نبرید به یاد آورید که شبات مقدس است شش روز کار کنید و روز هفتم تو و فرزندانت و غلام و کنیزت و چهار باید تعطیل کنید. کبد از آوی خواهد این خال من یعنی خون یا میخوا احترام پدر و مادر خود نگه دارید برای اینکه از عمرت لذت ببری. قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده و خانه رفیقت را آرزو مبر
حسرت زن و غلام و کنیز و ثروت هم نوعت مخور. و خدا به موشه فرمود به اون بگو از آسمان با شما سخن گفتم. تا اینجا ترجمه قسمتی از پارشاییت رو که فردا در بات کنیست خونده میشه و این پارشا جای بسیار بسیار مهم در تورا داره که فردا در بات کنیست خونده میشه. یترو پدر زن موشه ربنون که ابتدا یک شعمر از یک آدم بت‌پرست و بسیار معروف و پاپ بزرگ سرزمین میدیان بود، اون چه مصریان ذلت به قوم اسرائیل آورده بودند و سالها اونها را رنج و مشقت دادن و شنید اون چه خداوند برای بنی اسرائیل کرد، ده برای که برای مصریان نازل کرد و چگونه بنی اسرائیل را با دست بلند از مصر بیرون آورد و چگونه خداوند برای اونها دریا را شکاف تا بتواند در میان خشکی دریا عبور کند و چگونه مصریان را در دریا غرق کرد و آخرین انتقام را از آنها گرفت. دادن تورا به بنی اسرائیل، باریدن مان و نهر آب که همراه آنها بود و خدای اسرائیل که همه کار است به خدا ایمان آورد و یترو سیپورا زن موشه و دو پسرانش گرشون و الیزر که موشه ربنو آنها را نزد او گذاشته بود و برای رهایی بنی اسرائیل رفته بود با خود گرفت و نزد موشه ربنو در بیابان سینای آمد. یترو قاصدی فرستاد تا به موشه خبر دهند که زن و فرزندانش با او می آیند، که یترو وانمود نمود اگر به خاطر من نمی آیی به خاطر فرزندانت بیا و اگر به خاطر زنت که مشرب وگرنه به خاطر زنت که مشربنو چون این را شنید از چادر خود که با اهرون و چهار فرزندانش و بزرگان اسرائیل نشسته بود و تعلیمات دینی میداد بیرون آمد و استقبال یترو پدر زن خود آمد. یک دیگر را در بغل گرفتند، به یک دیگر سجده کردند و احوال پرسیدند. و چون موشه از چادر خارج شد به دنبال او اهرون و فرزندانش و بزرگان اسرائیل به استقبال یترو آمدند. چون شنیدند که یترو بزرگ بت‌پرستان بزرگ میدیان آمده است تا گر شود و به خدای اسرائیل ایمان آورده است. نکته‌ای که به ما می‌آموزد این که هر کس باید احترام پدر زن و مادر زن خود مانند والدین خود داشته باشد. موشه ربنو کسی که پی‌ال‌پی با هاشم صحبت می‌کنه، ناوی بزرگ و رهبر بنی اسرائیل به استقبال یترو میره. چون نشستن موشه ربنو تمام وقایع را برای یترو تعریف کرد که یترو ستایش خدای اسرائیل گفت که با چه عظمت بنی اسرائیل را از سلطه مصریان نجات داد و گفت حال میدانم که خدای بنی اسرائیل خدای بزرگترین خدایان است که بت‌ها هیچ و پوچ هستند. چون اهرون و پیران اسرائیل که در چادر موشه حضور داشتند و این کلمات را از زبان یترو شنیدند به او خوش آمد گفتند و پارشای تورا به نام او گفته شده است و به پاس احترام او قربانی ها گذراندند و با یک دیگر سر یک سفره نشستند. چند روزی گذشت یترو دید که چگونه موشه از صبح تا شب جوابگوی مردم است که از او از اصول دین میپرسند. یترو پیشنهادی به موشه داد که به تعدادی از مردان که ایرت هشم دارند تعلیم دهد و آنها به سوالات مردم جواب دهند. و این بار سنگین را از دوش او و مردمی که باید سا
ساعتها روی پا بیستن سبک شود. و موشه چنین کرد. بزرگان تو را میپرسند مگر خود موشه نمیدانست که دیگران را تعلیم دهد تا بار سنگین برداشته شود؟ بلکه میگویند موشه ربنو میدانست، بلکه میخواست این احترام را به یترو بگذارد که به یهدوت رو آورده و هم تمامش بت‌ها را پوچ دانسته و به خدای اسرائیل ایمان آورده. اونگاه موشه ربنو یترو را فرستاد تا به مکانش برود تا نزدیکان خود را گرد کند. در ماه سوم از خروج بنی اسرائیل از مصر، خداوند موشه ربنو را به کوه سینای خواند و گفت: کت اومر لبت یعقوب و تدبر لبن اسرائیل. چون جماعت اسرائیل برای شنیدن کلام خدا از زبان موشه ربنو جمع می شدن، مردان یک طرف و زنان یک طرف دیگر می ایستند. که خداوند به موشه ربنو فرمود: ابتدا روی کلام تو با زنان باشد، با اونها با آرامی صحبت کن، ولی با مردان با تحکم و جدیت. خداوند زنها را از بسیاری میسود مبرا کرده است و وظیفه بسیار سختتر از مردان بر عهده اونها گذاشته است. زنها هستند که پایه و اساس خانه هستند. زنان هستند که به شوهران خود کمک می کنند تا بروند و تورا بیاموزند. و مهمتر این که تعلیم و تربیت فرزندان را بر عهده دارند. زنان هستند که در کودکی فرزندان خود را تقویت می کنند و می پرورانند تا اشخاص بزرگ و فهمیده و تورا خوان بشوند. ولی مردان باید متعهد رزق و روزی خانواده و نگهدار خانواده باشد و مشترکاً برای شال و بیت خود کوشا باشد و گذشت را در زندگی خود از یاد نبرند. هشم فرمود: دیدید چگونه شما را بر بالهای سیمرغ گرفتم و به اینجا آوردم؟ چون شرایط مرا که همان برید و شباد و تفیلی نست نگه داشتید، قوم به برگدیده من خواهید بود، چون هیچ یک از اقوام دیگر اونها را اجرا نخواهند کرد. بنی اسرائیل با هم صدا برآوردن: اون چه خداوند فرموده است عمل خواهیم کرد، نعصه و نشمه. سپس خداوند به موشه فرمود: به قوم بگو سه روز دیگر خود را مقدس کنند و آماده شوند تا کلام هشم را از کوه سینای بشنوند. هیچ جنبنده‌ای به طرف کوه نیاید. و موشه از کوه پایین آمد و به مردم ابلاغ کرد. در روز سوم صدای رعد و برق و ابر سنگین کوه سینای را فرا گرفت و بنی اسرائیل از چادرهای خود بیرون آمدند و از نزدیک کوه سینای ایستادند. صدای رعد و برق و ابر سنگین کوه را به لرزه آورد. موشه ربنو با صدای بلند هشم را صدا زد و هشم جواب داد: پی ال پی. هشم موشه را خواند و گفت: بگو کسی به کوه نزدیک نیاید، حتی کاهنان و پیران. و خداوند کلمات خود را چنین فرمود که تمام قوم شنیدند: آنوخی ادونای الهیخا. بنی اسرائیل صدای هشم را شنیدند، کمی عقب رفتند چون از هشم ترسیدند. ولی موشه ربنو در حالی که ابر سنگین کوه را فرا گرفته بود به کوه رفت و خداوند به موشه فرمود: اون چه باید بود دیدید، خدایان طلا و نقره را برای خود نسادید که به دنبال زر و زراندوزی و نروید که همه در اینجا میماند. قربانگاه سنگی برپا کنید
را در آن بر آن بگذرانید و چون نام مرا یاد کنید می آیم و شما را برخا می دهم. و حال اگر در لوحی که اثر دیبرود ده کلام نوشته هست نگاه کنیم، پنج مطلب سمت راست که مربوط بین انسان و بین هشم و انسان است و پنج مطلب به طرف دیگر سنگ لوح که بین انسانها است، ولی در سمت راست در آخر کبد ات آوی خواب ات ایم خواب که بین انسان و انسان است، ولی در حقیقت بین انسان و خدا است. ایش و ایشا زاخو شخینا بینه هم، پدر و مادر جسم انسان را می سازند و هشم به این تیکه گوش نشاما و جان می دهد و به او فرمان می دهد که چشمش ببیند و گوشش بشنود و مغز فرمان بدهد، دستها و پاها حرکت کنند و قلب شبانه روز حرکت کند، و اینکه احترام پدر و مادر داشتن احترام به هشم است. معصی می آورد که پدری شغلی داشت، چون پیر شد تنها پسرش را خواند تا شغل او را ادامه دهد و او و مادر بازنشسته شوند. پسر شغل پدر را به دست گرفت، زن گرفت، دارای فرزندان شد. پدر و مادر پیر و پیرتر می شدند. مادر فوت کرد، پدر ماننده که مان یکه و تنها، کهولت و پیری پدر را شکست داد. آرام نداشت، ناتوان شد، نمی تواند خود قضا بخورد و باید بود کسی به او کمک کند. توانایی تمیز نگه داشتن خود را نداشت، باید بود او را بلند کنند تا حاجت کند. دیگر صبر و تحمل عروس در آمد، بار سنگین بر دوش پسر و زنش بود. عروس واقعا به تنگ آمده بود، شوهر به دنبال کار بود، ولی او در خانه با نیش زبانهای پدر شوهر طاقتش به تاب رسیده بود. با شوهر بگو مگو داشتن، هیچی چاره نکرد. روزی تصمیم گرفتن پدر را به بهترین به تابوت ببرند یا خانه پیران، شاید کمی از بار او راحت شوند. روزی پدر را در فرغون گذاشتن و به پیرخانه رفتن. در نزدیکی پیرخانه به تابوت پسر به پدر گفت اتاقی در طبقه اول با منظره بسیار زیبا و روزی دو مرتبه دکتر و دو پرستار و خوراک و حمام و جای تمیز و عالی داری و ما هم به دیدن تو می آییم. پدر نگاهی به پسر کرد و گفت به تمنا می کنم مرا بر روی این تخت سنگ بگذار. تخت سنگی در اونجا سالها افتاده بود. پسر پدر را بلند کرد و روی سنگ گذاشت و به او گفت اون چه تو میگویی همه صحیح است، ولی من باید با در و دیوار نگاه کنم. گاهی مرا در خانه بیرون میبردید یا اقوام به دیدن من میآمدند، ولی حال میدانم که بعد از چند هفته من خواهم مرد. پدر را در اتاق گذاشتند، چند روز یک مرتبه سری به او می زدند، کم کم حالش بدتر شد و مرد. پسر پدر را قبر کرد، خودش پیر شد، افتاده شد، بدتر از پدر. پسرش که او را روزی در فرغون می گذاشت و به طرف بتعابد برد، چون نمی توانستند دیگر در خانه از او نگهداری کنند. چون نزدیک پیر خانه رسیدند، حال پسر به پدر می گفت پدر اتاقی داری در طبقه دوم، منظره بسیار زیبا، دو دکتر، دو پرستار، خوراک تمیز، استحمام خوب، جای بسیار خشنگ و گرمی داری.
پدر نگاهی به پسر کرد و گفت تمنا می کنم مرا بلند کن و روی این سنگ بگذار. گفت پدر برای چی؟ گفت می خواهم نفسی تازه کنم. گفت برو بالای اون اتاق ببین چه هوای خوبی داری. گفت تا مرا روی این سنگ در این نقطه نگذاری من اجازه نمی دهم مرا به اون اتاق ببری. پسر پدر را بلند کرد و روی تخت سنگ گذاشت. پدر شروع کرد به گریه کردن. گفت همین کلماتی که تو به من میگویی روزی من هم به پدر خودم گفتم و اینجا هیچ کس نبود، چگونه این کلمات به گوش تو رسیده است که تو امروز به من بر میگردانی؟ دانستم هر دست که دادی همون دست گرفتی. دستی که من به پدرم دادم میبینم تو امروز همین دست را به من میدهی. و هرگاه من از اینجا میگذشتم صورت خود را روی این سنگ در همین نقطه میگذاشتم و بوی پدر را حس میکردم. این نقطه را میبوسیدم که پدر بعد از چند هفته فوت کرد. میدانم منم بعد از چند هفته فوت خواهم کرد. پسر کمی قلبش ناآرام شد. پسر پدر را در فرغون گذاشت و به خانه برگردان. پدر پرسید چرا مرا به خانه برمیگردانی؟ گفت نمیخواهم دستی که دو به پدر دادی پسرم به من بدهد. میبینیم که انسان وقتی پدر پیر و ناتوان میشود بایستی از او نگهداری کرد، نه اینکه خصف خالی را بتعاود بدد. پرستاری میشوند بسیار جای خوب و گرم و نازنین هست، ولی بایستی به دیدن آنها رفت، گای پهلوی آنها نشست، دست آنها را کمی ماساژ داد، پشت پدر را ماساژ داد تا خون تازه در شریان او به جریان بیفته. تمام پسرها احترام پدر و مادر خود داشته باشند و اینکه احترام پدر زن و مادر زن هم مانند اولیای خود داشته باشند. تا اینجا برنامه امروز آدینه عرب شبات کدش 23 شوات 5784 فردا پارشای یترو و هفتارای بیشنت مد خونده میشه. کنیست شبات ساعت 4:52 و 3 54 دقیقه در یروشالایم. کنیست شبات ساعت 4:38 و 5:53. هفته آینده هم روزهای آدینه و شبات روش خودش ادار ریشون است که انشالله به میمنت و سلامتی باشی. سه چیزم فراموش نمی کنیم: ایشا نا کلیم ناییم بعید نایه. زن در دو مورد شخینا را با خود داره، زمانی که با به از میکوه برمی گرده و زمانی که برخای شمع های شبات را میگه. ایش و ایشا زاخو شخینا بینه هم خخمد ایشا بان تابتا. با عرض تشکر از کلیه بینندگان و شنوندگانمون در کلیه گروه ها و تلویزیون های پخش تورا و اولیای محترم، برای شما شبات آرام با نهایت سلامتی از خدای متعال خواست دارم. شبات شالوم. صدای تورا، صدای جاویدان. امیر یشعیا.